سلام، با 180 ثانیه دوشنبه 18 تیر ماه همراه ما باشید. امروز دوشنبه برای سومین روز مردم بوشهر دست به اعتراض زدند. گروهی از مردم شهر برازجان، مرکز شهرستان دشتستان، از توابع بوشهر هم در اعتراض نسبت به قطعی و جیره‌بندی آب در دو روز گذشته با تجمع در میدان 17 شهریور این شهر راهپیمایی اعتراضی برپا کرده بودند. سازمان اطلاعات سپاه استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد که تعدادی را در ارتباط با رسانه‌های خارجی بازداشت کرده است. در اطلاعیه این سازمان آمده است به زودی جزئیات این دستگیری‌ها منتشر خواهد شد. زهرا رهنورد گفته است رئیس صدا و سیما از وجدان عمومی ملت ایران عذرخواهی کند. صدا و سیما در مصاحبه این مخوف چنگ‌اندازی و خراش به روح دخترکی نوجوان را به تصویر کشید. تا کجا باید این رفتار ضد انسانیت و جوانی را شاهد باشیم؟ دو روز قبل سیمای جمهوری اسلامی در برنامه اعترافات ستارگان رقصنده در اینستاگرام مائده حجبری، الناز قاسمی و کامی را پخش کرد. به گزارش وبسایت خبری هرانا وابسته به فعالان حقوق بشر ایران دست کم 13 فعال آذربایجانی شنبه بازداشت شدند. به این ترتیب شمار فعالان بازداشت شده همزمان با گردهمایی سالانه قلعه بابک به 80 تن رسید. فردی به نام عبدالله بزرگزاده 27 خرداد امسال همزمان با تجمع گروهی مقابل فرمانداری ایران شهر در اعتراض به خبر تجاوز به 41 زن در این شهر بازداشت شد. 20 روز پس از بازداشت و بی اطلاعی خانواده از سرنوشت او، پدرش با یک دست نوشته با مضمون پسرم عبدالله بزرگزاده حامی دختران ایران شهر کجاست مقابل ساختمان سپاه پاسداران ایران شهر ایستاد. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که در حمله هوایی شامگاه یک شنبه جنگنده‌های اسرائیلی به پایگاه هوایی تیفور واقع در حومه شهر حمس سوریه چندین نیروی نظامی ایرانی کشته شدند. نخست وزیر بریتانیا از دستیابی به توافقی خبر داده است که بر اساس آن کشورش پس از خروج از اتحادیه اروپا رابطه تجاری نزدیکی با این اتحادیه خواهد داشت. بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا در اعتراض به این توافق استعفا داد. سخنگوی دولت بریتانیا استعفای او را تایید کرده است.